آقای وکیلی تشریف دارن؟ بله خودم هست. هرگز پیش نیامده حضوری از جناب عالی بابت تخفیف ویژه‌ای که به بنده بابت این ویلا دادین تشکر کنم. تخفیف؟ بله. مهندس که پیش شما برای من پارتی بازی کرده 50% هم تخفیف گرفته. ولی من بابت این ویلا پولی نگرفتم. یعنی مهندس به من گفت کاری که شما برای گرفتن سند زمین‌های دور کمربندی شهر کردین ارزشش خیلی بیشتر از این ویلاست. البته منم میدونم که لطف شما ارزشش خیلی بیشتره، ولی برای همین بود که من با کمال میل این ویلا رو تقدیم شما کردم. از شما پول گرفت؟ حرفای من خنددار بود؟ نه خانم، خندم بابت شوخی خنددار مهندس با من بود. نه پولی از من نگرفت، ولی نصف ویلا رو به نام خودش نوشت. چرا باهاتون نیومد؟ میخوای زنگ بزنم به تیرداد؟ نه، ما از هم جدا شدیم. به من نگفت. من از شما تقاضایی دارم. بفرمایید، میشنوم. من شما رو از طریق مهندس میشناسم. همینقدر میدونم که آدم خیلی مهمی هستین. باور کنید من آدم فضولی نیستم. درس وکالت خوندم و انقدر میفهمم که نباید تو کار هر کس سرک کشید. ولی توی این سالها یه چیزی رو خوب فهمیدم. اینکه تمام اتکای مهندس به شماست. تو این سالها مهندس خیلی از من استفاده کرد. متاسفانه منم عقلمو به دلم دادم و بازی خوردم. گاهی وقتا احساسات کار دست آدم میده. به تیرداد اعتماد کردم. تو زندگی خصوصی، معنوی، مادی. وقتی فهمیدم اون تمام این مدت به فکر بهره برداری از من برای رسیدن به ثروت خام بوده، شکستم. قلبم شکست. جلو بچه هم خورد شدم. مخصوصا سیما، دختر بزرگم. حالا تصمیم گرفتیم از ایران بریم. میخوایم اموالمون رو بفروشیم. اون میخواد همه چیزو با فقط 10-20% قیمت واقعیش از ما بخره. چرا که میگه من نفوذ دارم و نمیذارم کسی دیگه ای ازتون بخره. کارخونه که میلیون ها خرجش کرده بودم و آماده ای افتتاح بود و از من خرید. میدونین از شوک رفتار اون و جدایش نفهمیدم چی کار کردم. شاید میخواستم زودتر فرار کنم و دیگه نبینمش. چند روز که گذشت آروم آروم به خودم اومدم. تازه فهمیدم اون با امضای جلی و سند جلی کارخونه چایم به نام خودش زده. مونده بخش عمده زمین و مغازه ها. من برای زندگی در خارج از کشور، آینده دخترام نیاز به پول دارم. این اموال حق بچه های منه. مغازه ها دور میدون شهرن. زمینان بهترین جای شهر قرار دارن. براشون مشتری پیدا شده، ولی من از ترس تیرداد پای قرارداد نرفتم. من چه کاری میتونم برای شما بکنم؟ عرض کردم.
من زن احمقی نیستم. مهندس نمیدونه که تالا از صداقت من سود برده، نه از حماقتم. من خیلی فکر کردم، همه چیزو کنار هم چیدم و به شما رسیدم. شما زن باهوشی هستید خانم، بفرمایین چه کار میتونم براتون انجام بدم؟ اومدم با شما یک معامله بکنم. بفرمایین، میشنوم. 5% فروش کل اموال رو به حسابتون میریزم، فقط بذارید معاملات سر بگیره. شما میتونید موانع رو بردارید، مطمئنم. به علاوه یک مغازه دور میدان. 20% به علاوه 2 دهن مغازه. قبوله. فقط نباید مهندس بفهمه. شما به اون بگید نمیخوام بقیه اموالمو فعلا بفروشم. بگید یکی 2 سال دیگه برمیگردم، اون موقع تصمیم میگیرم چیکار بکنم. اگه فهمید چی؟ نمیفهمه. او همیشه پیگیر قرار ملاقاتهای شما بود و سر بزنگا با ما گزارش میکرد تا ما نتراشی کنیم. بعد از رفتن شما بفهمه اصلا مهم نیست، ولی قبلش ممکنه دردسر درست کنه. سند مغازه ها به نام شما بشه چی؟ به نام مستعار سند میزنیم. برای املاک فرمودید مشتری دارید؟ بله. پس هرچی سریعتر قرارداداتون رو با مشتری تنظیم کنید. چشم، ممنونم. شما در حق بچه های من لطف میکنید. هرچی تا حالا خورده بسشه. به اندازه کافی از قبل شما ثروتمند شده. اون از من یه سری مدارک داره. نگران نباشید، زود پولاتون رو تبدیل به دلار کنید و تشریف ببرید. اینجا خونه خودتونه، هر وقت تشریف بیارید قدمتون روی چشم. خیلی ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. از اول مخالف ازدواج تو با مهندس بودم. تو با این کارت خودت با احساسات بچه‌هات بازی کردی. اعتبار و شخصیت خانوادگی تو پای مردی ریختی که اینطور به تو خیانت کرد. فردا میرید تهران. 3 روز دیگه هم به سمت آمریکا پرواز میکنی. چطور متوجه علت نزدیکی مهندس به خودت نشدی؟ اون تو رو به دست آورد تا اموال خان رو به دست بیاره. دوباره مهندس رو دیدی؟ حاضر نیستم یه ثانیه قیافه کثیفش رو تحمل کنم. اعصابم از دست خودم خرابه، از دست شما، از اینکه داره زندگی پدرم رو بالا میکشه. نمیتونم کاری کنم، اونم به خاطر مادرم، به خاطر اینکه مادرم تا سینه رفته تو لجن. همه کارو به خاطر شما بوده. بری تو عاشقش شدی، چرا میخوای سر ما خالی کنی؟ حالا هم ازش متنفرم. فردا شما میرید، منم یه ماه دیگه میام. میمونم تا کارهای تموم نشده رو تموم کنم. نمیذارم مهندس به همین راحتی به همه چیز برسه. راه فروش مغازه و
زمین کمربندی رو پیدا کردم. بهت قول میدم با یه چمدون دلار بیام آمریکا. قول میدم وقتی من در آمریکا به شما برسم، مهندس تو ایران به ذلت افتاده باشه. من با این اسناد و مدارکی که طی این سالا جمع کردم به راحتی میتونم ثابت کنم تمام اموال مهندس به دخترای هدایت میرسه و پسرش مهرداد. من سند محضری میذارم که دخترای من ارثشون رو گرفتن. مهندس میمونه با مهرداد. اگه این مدارک رو به دست مهرداد برسونم، اون به راحتی میتونه مهندس رو بندازه زندان. با این کار تو مهندس به جون مهرداد میفته. اون وقت اون پسر بیگران هدف تیر خشم مهندس قرار میگیره. اون پسر به ثروت میرسه. دنیا نمیخواد بفهمه مهرداد پسر هدایته. اونا هیچی از اموال پدرم نمیخوان. تو دیدیش؟ فقط یه بار. قبل رفتم میخواستم مهرداد ببینم. تو غلط کردی. گناه اون چیه؟ زندگی من اون آشغال دونی کرد. دنیا زندگی منو کثیف کرد. هر بلایی سرش بیاد حقشه. یه روز اون دامن منو تو زندگی خان گرفت. حالا زندگی باید دامن اونو خونوادشو بگیره. خوف این زندگی. حق نداری بری مهرداد ببینی. از کنارم تکون نمیخوری. فردا صبح اول وقت حرکت میکنی. داداش داریم سیما؟ آره، اسمش هم مهرداد است. امری بود خانم. تیمور برو به اکبر بگو به اربابش بگه دیگه من چیزی رو نمیفروشم. بله خانم، اکبر از طرف آقای مهندس پیغام آورده که فردا قرار دفترخانه رو گذاشته. همین که گفتم. بگو دیگه هیچ چیز فروشی نیست. من دیگه به پول اونا احتیاجی ندارم. چشم خانم. رضایون به این پول احتیاج داره اکبر. نمیتونه به این راحتی ازش بگذره. حداقل 30 میلیون تومان گیرش میاد. حدود 400,000 دلار. چی تو سرشه؟ تیمور گفتی منو راه نده؟ من گفتم هیچ مرد غریبه‌ای رو راه ندن. حرفتون رو بزنین زودتر بریم. این مسخره بازی‌ها چیه؟ منظورتون رو نمیفهمم. ما که حرفامونو زدیم، قرارامونو گذاشتیم. شما کارخونه رو بالا کشیدی نوش جونتون. چیز دیگه‌ای برای فروش ندارم. حاضرم تو رستوران‌های اونجا کار کنم ولی دیگه چیزی رو نفروشم. فعلا هم تصمیم گرفتم ایران بمونم. دخترامو میفرستم. ولی خودم هستم، میمونم تا به زندگیم برسم. به شما ربطی داره؟ چرا باید برای شما توضیح بدم؟ ولی اموال خان صاحب داره خانم. پسر هدایت خان، مهرداد خان. خودت بهتر از من میدونی اگه پای مهرداد به این میون بیاد اول کارخونه های تو رو از چنگت در میاره. به نفع هر دوی ماست پای اون پسره رو به این ماجرا باز نکنی.
ماشین تمیز سالم برای فردا صبح بگیر. چشم خانم. سیما مواظب خواهرات باش، پدر بزرگ اونجا فرودگاه میاد دنبال تو. باشه، تو میای دیگه؟ شک داری؟ درست یک ماه دیگه، بلیتش هم رزرو کردم، خیالتون راحت. دخترای عزیزم، سفرتون به سلامت. خوش آمد. به ده که رسیدی از هر کی بپرسید آدرس رو به شما میده. امری بود، من در خدمتم. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. مرتب جان کجا میری پسر؟ بیا صبحانه بخور. کار دارم عمو جان، با رفیقام قرار دارم. از خانه آمد بیرون خانم، سوار دوچرخه است. مطمئنی خودشه؟ خودشه، پرسیدم، نمیخوام منو بشناسه. خوب نمیشناسم، دنبال خونه خانم دنیا میگردم، منزل آقای سفیدرودی. آقای سفیدرودی خونه ماست، خوش اومدید. دنیا مادرمه. میشه بری صداش کنی؟ فقط بهش نگو من اینجا. گولش بزن، به یه بهانه بیارش اینجا، میخوام غافلگیرش کنم. نیستن، رفتن خارج. خارج؟ پدرم مریضه، رفتن عملش کنم. حالا شما بفرمایید مادر، همه راضی هم هست؟ نه، من میرم وقتی مادرت برگشت میام. بگم کی آمده بود؟ اسممو بهت نمیگم تا مجبور نشی دروغ بگی. اصلا نگو تا خودم بیام. من و مادرت دوستای قدیمی هستیم. قول بدی به مادرت چیزی نگی. قول میدم.
معلومه دنیا ثروتمند شده که به بهانه یه سرماخوردگی رفته سفر خارج از کشور. ثروتمون کجا بود خانم؟ دکترها گفتن. اگه یه روز به تو یه ثروت خیلی زیاد برسه با پولش چیکار میکنی؟ مادرم ماما یاد داده خیال بافی نکنیم خانم. اینا رو چرا میپرسین؟ همینجوری. قول دادی ها. خدافظ. خدافظ. مشکوک بود، میگفت دوست قدیمی مادرمه، ولی نبود. هرچی شعار نوشته بودیم آقام پاک کرد. امشب باید بیشتر بنویسیم. بیشتر و تونتر. بیداری؟ منم بیام داداش. کجا؟ اونا رو دیروز غروب با تو دیدم. هم کلاسی هستیم. اونا میان دبیرستان شهر. نزوشت میرین که درس بخونید؟ صداشو در نیار بگیر بخواب. پدر مادر که برگشتن یه شب میبرم ایت. الان مسئولیت دارم. قول دادی ها. قول مردانه. به همه چیزی نگی. خیالت راحت داداش. مواظب خودت باش. پوش بریم، جیمی الان میرسه. خانم تو دیگه نبود جیمی، جمال دیگه. اینجا همه بهش میگن جیمی، من بگم جمال ناراحتم میشه. Hello, good morning. Hello, can I help you?
I have an appointment with Mr. Sifitradi. He's waiting for you in his room. Thank you very much. You're welcome. Which room? First, go to room 201 and clean it for the newcomers, and then go to room 205 and take a towel for the lady. Thank you. سلام آقای سپهرودی، صبح بخیر. سلام. ما چند روز دیگه باید بریم و بیایم. بفرمایید. یه خبر خوش بدم بهتون. دکتر جراح شما مشخص شده. یه دکتر ایرانی به نام پروفسور امیری. خب همون ایران عمل می‌کردیم دیگه. آقا پروفسور امیری یکی از معروف‌ترین دکترای این کشوره. استاد دانشگاه است اینجا. همه مردم دنیا اونو می‌شناسن. چرا نمیاد مملکت خودش؟ اون دیگه نمیدونم، بعد از خودش بپرسی. خودش که عاشق ایران و ایرانیه. وقتی فهمید که شما فرهنگی هستین گفت اوکی، خودم عملش میکنم. من فقط این وسط نقش یک کاتالیزه مهم رو بازی کردم. فقط یه جوری به گوشش رسوندم که یک بیمار ایرانی و معلم تو بیمارستان بستریه. البته یه چیز بگم پیش خودم باشه، پدر ایشون هم یه معلم بازنشسته است. خدا خیرت بده، انشالله محبتاتو جبران کنیم. وظیفه میخوام، کار ما همینه. هر کی که از بیمارستان ایران به ما معرفی شده وقتی که برگشته تعریف کرد. آزمایش های همه تمام شده یا نه؟ فقط یه آزمایش ساده دیگه مونده. امروز پروفسور شخصا شما رو میبینن، آزمایش ها، تست ها، عکس ها رو بررسی میکنن و تاریخ عمل مشخص میکنن. خدا کنه نندازه عقب. نه آقا، اصولاً یکی دو روز بعد از نتیجه آزمایش‌ها تاریخ عمل مشخص میشه. فکر کنم که همین فردا پس فردا شما بستری بشین. دست درد کنم. حمید، پروفسور امیریه. فکر نکنم 60 سال بیشتر داشته باشه. بفرمایید. پروفسور امیری امروز نتونسته بیاد، دستیارش کارتون انجام بده. بفرمایید. I am so sorry. The doctor left and I think he will be back by tonight. He checked your documents, I think, and he said we keep you in the hospital and get you ready for surgery.
and I think you will be under surgery after 48 hours. دکتر میفرمایند که پروفسور برای جراحی اضطراری به شهر دیگه رفتن ولی امشب برمیگردن. پرونده شما رو بررسی کردن و دستور دادن که فردا شما رو بستری و برای عمل آماده کنن. 48 ساعت بعدم جراحی میشید. اوکی. اوکی، تانک یو. دیوان. میخواید امروز جای دیدنی شهر رو نشونتون بدم؟ ممنون، من دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم. ما خودمون میریم آقا جان. گم نشین. دیگه این جا رو یاد گرفتیم، میخواییم یکم راه بریم. خوش بگذارم. You're welcome. Have a good time, sir. Okay. چی گفت؟ گفت اوقات بسیار خوب و عاشقانه‌ای را برای شما آرزومند. گفت زندگی همینه دیگه، بالا پایین داره، روزای خوب داره، روزای بد داره. گفت یعنی من و شما باید با هم خوب باشیم. بازم بگو. از چی؟ ترجمه حرفای اون خانومه. فهمیدی؟ چقدر جای بچه اینجا خالیه. بیشتر جای ما اونجا خالیه. میان ایران قیامته. فعلا غذاتو بخور. دلم میخواد هر چه زودتر برگردم ایران. اونو پروفسور میخوان شما رو ببینن. بفهمید. با این عمل در واقع فقط میشه وقفه ای در روند رشد سلولا ایجاد کرد، نمیشه جلوش گرفت. در واقع میشه یکی دو سال
همه چی رو عقب انداخت. هم پزشکای ایران هم همینو به من گفتن، ولی با این حال من خانه رو فروختم آوردمش اینجا. همه چیز دست خداست دخترم، منم نهایت تلاشم رو میکنم. خدا خیرتان بده. این پسر میگفت که همسر شما معلمه، درسته؟ بله آقا. من بابت عمل جراحی ایشون مبلغی دریافت نمیکنم. شما نگران من؟ پدر من معلم بود. خدا حفظشان کنه. ایشون به رحمت خدا رفتن دخترم. خدا رحمتشان کنه. من بهش قول دادم که از فرهنگیا پولی بابت درمان نگیرم. این کار به خاطر پدرم خانم، نه شما. به هر حال من فردا صبح اول وقتشون عمل میکنم. اجازه نمیدم پیش تو بمانم. بهتر. ای بابا، منظورم اینه که توی هتل راحت تری تا بیمارستان. اینجا که از هتل شیک تره. خب میخوای تو اینجا بمون، من برم هتل. سلام. سلام آقای دکتر. سلام علیکم. سلام قربان. حالا استاد چطوره؟ شکست نفسی نفرمایید.